بدترین فیلم ایرانی که دیدی چی بوده؟ شده یه فیلم رو به خاطر اسم کارگردانش یا ستاره های اون ببینی بعد پشیمون شی؟ سلام، من شبنمم و اینجا آرتیسته. توی دنیای پرزرق و برق سینما چه توی ایران و چه جهان همیشه فیلم هایی هستن که با وجود صرف هزینه های هنگفت و حضور ستاره های بزرگ توی جلب نظر تماشاگران و فروششون ناموفق عمل میکنن. اما این موضوع به معنای بیارزش بودن این فیلم ها نیست. ممکنه شرایط و اتفاقهای دیگه هم معادلات فروش اونها رو به هم بریزه. توی آرتیست امروز به بررسی برخی از این فیلم های خاص میپردازیم و به علل و چرایی عدم موفقیت اونها توی گیشه اشاره میکنیم. آب نبات چوبی. مگه میشه رضا عطاران توی یه فیلم بازی کنه و اون فیلم موفق نشه؟ آب نبات چوبی تونست همون فیلم باشه. با وجود حضور ستارگانی مثل رضا عطاران، سحر قریشی و میلاد کیمرام، آب نبات چوبی در گیشه موفقیتی به دست نیاورد و به عنوان یکی از ضعیف‌ترین فیلم‌های سال 95 لقب گرفت. به نظر من داستان آب نبات چوبی پر از ایراد و کلیشه است و هیچ نکته جذابی برای مخاطب ارائه نمیده. کنار این موضوع هم انتخاب بازیگرها برای نقشاشون اشتباه بوده و هیچ کدوم از اونا نتونستن توی این فیلم بدرخشن. گندی زدی که نتونی پاکش کنی. اگه دست از با خطا کنه خدا رو میکنه. طعم شیرین خیال. کارگردان کمال تبریزی، بازیگر شهاب حسینی. همین یعنی فرمول برنده. اما طعم شیرین خیال ثابت کرد که همیشه اونجوری که فکر میکنی نمیشه. طعم شیرین خیال به عنوان یکی از نمونه های بارز فیلم های سفارشی و بیکیفیت توی سینمای ایران انتقادهای زیادی رو به خودش جلب کرد، به طوری که مشخص نیست هدف کارگردان از ساخت این فیلم چی بوده. آیا قصد داشته پیامی راجع به محیط زیست منتقل کنه یا فقط به دنبال ساخت یک فیلم کمدی عاشقانه و سرگرم کننده بوده؟ یه جورایی به نظر من باید بگیم که خوشبختانه تماشاگرها از این فیلم استقبال نکردند تا ثابت کنند که مخاطبهای ایرانی خواهان فیلمهای با کیفیت و محترمانه هستند. بله، به شما. راستش خیلی بی مقدمه میخوام خدمتتون عرض کنم که چه غلطی داری میکنی تو جاده قدیم. منیژه حکمت بعد از حدود 10 سال با جاده قدیم به سینما برگشت و این بازگشت از نظر خیلی از منتقدها به یکی از ضعیف‌ترین آثار او تبدیل شد. مهتاب کرامتی، آتیلا پسیانی، پرویز پورحسینی، ترلان پروانه، لیلی رشیدی و کلی اسم دیگه که حضورشون نتونست نجات بخش این فیلم باشه. جاده قدیم مثل آثار دیگه منیژه حکمت به موضوع زنان و این بار تجاوز میپردازه. اما وقتی فیلم رو میبینی میگی از منیژه حکمت ساختن همچین اثری بعیده. شاید نقد اصلی متوجه فیلمنامه ضعیف و ناکافی جاده قدیم باشه که به درستی نتونسته زخم روانی تجاوز رو به تصویر بکشه. همچنین شخصیت‌های فیلم خیلی کلیشه‌ای شدن و کارگردان نتونسته از عهده خلق شخصیت‌های پیچیده و چند بعدی بر بیاد. دیگه نمی‌خوام چیزی بشنوم. خوب گوش کن. جاده قدیم. متروپول. اینکه مسعود کیمیایی نتونسته مثل گذشته پرافتخارش مسیر سینماییش رو جلو ببره اتفاقیه که خیلی ها بهش معتقدن. حتی اگر متروپول رو با اغماز و با در نظر گرفتن سبک خاص سینمایی مسعود کیمیایی نقد کنیم، باز هم اثری ضعیف و غیر قابل دفاع به نظر میرسه. فیلمنامه این فیلم یه جورایی خیلی بی منطقه و نه تنها تماشاگر رو جذب نمیکنه بلکه اون رو خسته میکنه. شخصیت‌های فیلم تک بعدی و شعاری هستن و دیالوگهاش برای مردم غیر واقعی و غیر قابل باورن. شاید به همین دلیله که برقراری ارتباط با این اثر برای مخاطب دشوار و طاقت فرسا شده بود. نمیتونم به سادگی ببرم. کاش من یه دونه هفتی را داشتم. چیکار میکردی؟ حالا بهت میگفت. مرد بازنده. جواد عزتی توی بهترین و روی اوجترین تایم کاری خودش مرد بازنده رو بازی کرد. فیلمی که قبل از اکران همه منتظر فروش بالایی ازش بودن، اما این فیلم فقط به یک شکست توی کارنامه کاری اون و البته محمد حسین مهدویان تبدیل شد. این فیلم توی زمان طلایی اکران نوروز 1401 روی پرده رفت، زمانی که مردم بعد از 2 سال تعطیلی سینماها منتظر سینما رفتن بودن و البته شاید همین هم دلیل شکستش بود. هنوز شاید خیلی ها ترس کرونا و حضور توی سالن‌های سینما رو داشتن.
این فیلم همون جوری که گفتم یک شکست توی کارنامه هم جواد عزتی و هم محمد حسین مهدویان بود. مهدویان که قبلش و حتی بعدش هم توی کارگردانی خودش رو ثابت کرده بود، این دفعه یک داستان کلیشه‌ای و به نوعی نخنما رو جلوی دوربین برد. و از اون طرف هم جواد عزتی اصلا از ساخت یک کاراکتر کارگاه بر نیومد. این حرف رو نشنیده بگیرم. مرد بازنده. شکاف. همین اول بگم که شکاف در حقش اجحاف شده، چون واقعا فیلم بدی نبود و به حق خودش توی اکران نرسید. اما به هر ترتیب با فروش 659 میلیون تومانی توی سال 94 جزو شکست خورده های این سال بود. جدا از اینکه شکاف به کارگردانی کیارش اسدی‌زاده داستان خوب و سوژه جذابی داشت، ستاره های مثل پارسا پیروزفر، هانیه توسلی، سحر دولتشه و بابک حمیدیان توی اون بازی کردن که خودش باید فروش یک فیلم رو تضمین کنه. اگه بخوایم یکم موشکافانه تر نگاه کنیم، فیلم نام کمی آشفته و خورده داستان های ناموفق توی اون از دلایلی بود که شکاف رو به یکی از بهترین فیلم های اجتماعی ایران تبدیل نکرد. البته خیلی ها هم شباهت اون رو به جدای نادر از سیمین دلیل عدم موفقیتش دونستن. چی شده؟ آقا نگفتم بی خیال ما شو. به تو گفتم این بچه رو ببر پیش مادرش نبردی لش کردی فرهاد. شر میشم. نسیم رفته علیم شکایت. نظر تو چیه؟ به نظر تو کدوم فیلم توی سینمای ایران در حقش اجحاف شده؟ راستی اگه این برنامه رو دوست داشتی لایک و فالو و سابسکرایب یادت نره.